بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از هر چیز بابت کنفرانس دیروز که باید تشریف می آوردیم به ما اطلاع نداده بودن الحق و الانصاف و ما منتظر بودیم که بیه و اینو توضیح بدم. سال نو رو خدمت همه مردم علل خصوص مردم خوب انزلی تبریک میگم. ماه مبارک رمضانم همینطور. امیدوارم که تو این ماه عزیز همه مردم شاد و خوشحال باشن. در مورد بازی بخوام صحبت کنم، باید قبل از هر چیز به مازیار زاره تبریک بگم بابت این تیم خوبش، فوتبالی که بازی میکنه و واقعا مازیار میتونه آینده فوتبال ما باشه، میتونه یه مربی برای فوتبال ملی ما حتی باشه، چون همه چیه یه مربی خوب داره، کاریزمای مربیگری، کلاس مربیگری، شخصیتش و اون وجاهتی که باید داشته باشه. از نظر فنی هم بخواهید تیمش رو باید ببینید که واسه کیفیت خوبی بازه. در مورد بازی بخوام صحبت کنم، ابتدا هم باید از بچه خودم تشکر کنم، چون فوتبالی که نیمه اول بازی کردیم به نظرم یه فوتبال خیلی خوب و روان و بسیار با برنامه و بسیار با علم به این که چی میخواییم و چی کار باید بکنیم بچه ها بازی کردن، فوق‌العاده بازی کردن. من نظرم اینه که این نیمه اول ما بهترین نیمه اول کل بازی های هوادار بود. تبریک میگم به بچه ها، دست تک تکشون رو میبوسم، ازشون تشکر میکنم زحماتی که کشیدن و همکاران عزیز. نیمه دوم با توجه به شرایط جوی که بود و این جمعیت خوبی که امروز اومده بودن و ملوان رو، من امروز ملوان رو زنده دیدم، ملوان فوق‌العاده بود، یعنی اون ورزشگاهی که اصالت داره، سفره مردمه و ملوان جز اون تیماییه که حتما باید باشه. صنعت نفت و تراکتور و نساجی، اینا فوتبال و هویت و اصالت ما. تو سفرهاشون شما دیدین 90 دقیقه زیر بارون تیمو تشویق کردن. دست مریضات میگم به تماشاگران خوبشون و تیم خوب ملوان. به نظرم میاد موقعیت های ما خیلی بهتر بود و بیشتر بود، به شرایط تیمیمون بهتر بود نسبت به ملوان تا حدودی و نتیجه به نظرم میاد عادلانه بود. ولی الحق و الانصاف 15 دقیقه پایانی هم ملوان خیلی فشار آورد، اینم طبیعی بود و بچه های ما تو دفاع کردن هم بابت این که خیلی خوب دفاع کردن ازشون ممنون. مرسی. دوستان برسشین؟ خیلی ممنون. خسته نباشید. میگم خدمت شما، تبریک میگم به تیم هوادار. برد و من فکر میکنم مستحق برد بودن بدون شک. مثلا تو نیمه اول خیلی خوب کار کردن، موقعیت های خیلی خوبی داشتن و فکر میکنم حقشون بود که به پیروزی برسن. نیمه دوم درسته که توپ در اختیار داشتیم، فکر میکنم موقعیت چندانی نیاوردیم با توجه به دفاع فشرده که هوادار داشت انجام میداد و خوبم داشت این کارو میکرد چون نتیجه رو گرفته بود، چش به ضد حملات داشت، ولی با اون اوصاف تغییراتی دادیم که به نتیجه برسیم، بازی مساوی برسه، ولی متاسفانه نشد. در مجموع فکر میکنم مستحق باخت بودیم بدون شک و باید بریم ادامه بدیم، تلاشمون رو بیشتر کنیم. مطمئنم با تلاشمون رو خیلی بیشتر کنیم. تیم هوادار امروز تلاشش زیاد بود و با تلاش تونست به برد برسه، تمرکز بیشتری داشت و تبریک میگم بهشون. متاسفانه روند بعدمون همچنان ادامه داره. عذرخواهی میکنم از همه. با تلاش کنیم، تمرکزمون رو بیشتر کنیم که بتونیم از این اتفاق و از این امتیازه خارج بشیم. مطمئنا بازی سخت‌تری در پیش رو داریم و اگه بخوایم تمریناتمون تو مسابقات اون فشار لازم نه، تمرکز لازم نشته باشیم، کار سخت‌تر میشه. به هر حال تموم شده، فردا رو بریم تلاش کنیم واسه بازی پرسپولیس چون بسیار بازی سختی در آینده داریم. من میتونم سوالی در خدمتتون تکرار کنم. در مورد آینده ملوان، آینده این فصل ان شاء الله به هر صورت ملوان خودش رو حفظ می‌کنه. برای چیزی مشخص نیست و منم همون سری جواب سوالتون رو دادم و حرفم رو زدم. موسیقی که مسلمه با این روندی که داریم باید اول لیگو به اتمام برسونیم با یه جایگاه خوب و در مورد سال آینده که بقیه هیئت مدیره هستن و تصمیم میگیرن که چه اتفاقی باید بیفته، ولی من همچنان صحبتم رو کردم و خیلی هم الان درست نیست با توجه به این که نتایج خوبی داره رقم نمیخوره درباره سال آینده صحبت کنیم. فکر کنم باید اوضاع خودمون رو امسال درست کنیم و این چند هفته اخیری که فکر میکنم واقعا بد نتیجه گرفتیم و مسببش خود من هستم، جوابگو باید باشم و
باید خیلی تلاشمو بیشتر کنم که از این نتیجه خارج بشیم، مطمئنا اتفاقی میفته و ببینیم با چه جایگاهی میتونیم لیگو به اتمام برسونیم. مرسی.